أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فقزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر امرك و علت كلمتك ولو كره المشركون. در قسمت پایانی دعای دوم در تجلیل و تکریم از پیامبر اکرم حضرت سید الساجدین فرمودند که پیامبر جنگید در میان و پایگاه های دشمن ها و هجوم آورد به اونها در همون قرارگاه هاشون تا امر خدا ظاهر شد و کلمه خدا برتری یافت ولو مشرکین کراهت داشتن. بدین مناسبت ما اون شبهه‌ای رو که مطرح کرده بودن که اسلام دین شمشیر است و به وسیله شمشیر پیشرفت کرده مطرح کردیم و در بحث جهاد و اهمیت جهاد و جایگاه جهاد و عناوین جهاد و اهداف جهاد فصل‌های را بیان کردیم. در انتها به یک جمع‌بندی رسیدیم در اون بخش آخر که بحث جهاد و دعوت به اسلام بود، شبهه‌ای رو که مطرح کردن این رو به صراحت مطرح کردیم. در پاسخ گفتیم ما باید این آیاتی که عرض شد بین که در رابطه با جهاد آمده اینها رو عرض کنم بین که یکی اون آیاتی که نفی اکراه بود و یکی هم اون آیاتی که امر به قتال میکرد اینها رو مطرح کردیم و گفتیم اینها مطلق و مقید هستن و باید اون مطلقات رو حمل بر این چی کنیم؟ مقیدات بکنیم. عرض کنم بین که خب در این زمینه دیگه مصطفی بحث کردیم. کلن آیاتی که مسئله جهاد رو مطرح میکنه، مشروعیت جهاد رو مطرح میکنه، گفتیم در چهار دسته تقسیم میشن. یک آیاتی که مقید کرده بود به هجوم دشمن، یقاتلونکم قاتل الذین یقاتلونکم، این دسته اول بود. ارشد دسته دوم آیاتی که گفته بود نجات مظلومین، اینها رو مطرح کردیم. آیاتی که دعوت اسلام اجباری نیست، اینها رو مطرح کردیم. عرض کنم بیان که در اینجا دیگه متعدد بیان کردیم، به گمانم در همینجا بودیم. بله، آیاتی که پس در مقابل سرکشی گفت جهاد کنیم، آیاتی که فرموده بود عرض کنم به این که برای دفاع از مظلومین و محرومین، آیاتی که فرموده بود عرض کنم که جهاد، بله، دعوت به اسلام اجباری و اکراهی نیست، که اینا مفصل بود قبلا بیان کردیم. این قسم سوم بود. در ذیل این قسم سوم ما بله به اینجا رسیدیم از علی ابن موسی رضا علیه السلام. بله، ظاهرا همینجا بود که از امام رضا سلام الله علیه حدیث داریم، آیاتشو بیان کردیم. حدیث داریم که امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی رو که امر ما رو احیا کنه. راوی میگه که قلت له و کیف یحیی امرکم، چطور امر شما رو احیا کنه؟ قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو بیاموزن، اینا رو مردم آموزش بدن. چرا؟ چون فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونه، مردم اگر زیبایی ها و محاسن کلام ما رو بیاموزن تبعیت میکنن. یعنی احتیاج به جنگ نیست، احتیاج به جدال نیست. این در ذیل اون آیاتی که اینها نفی اکراه میکنه، این روایت خیلی عرض کنم به این که روایت گویایی هست که اسلام نیاز به این نداره، به این که به اجبار مردم بیان و حق رو بپذیرن، دین رو بپذیرن. خب این از این روایت در وسائل شیعه جلد 18 آیه صفحه 65. پس ما وقتی که
میبینیم آیاتی صریح هست که بجنگید تا یکون الدین کله لله، یا یکون ارشد الدین و یکون الدین لله تبارک و تعالی که به عبارات مختلف هست، ارشد به این که این یکون این یکون الدین کله لله، اینها برای نتیجه اون حتی لا تکون فتنه است، یعنی که ما اون آدمایی که مزاحم هستن، شر هستن، تا اونا هستن برای براندازی اونها بجنگید. سلام علیکم و رحمت الله. آمدی آیش سب اومد. الحمدلله. خب این عرض شود به این که اگر میفرماد قاتلوهم بجنگید حتی لا تکون فتنه، این یکون الدین تا دین خدا، تا همه چیز در اختیار خدا قرار بگیره، مملکت ها ذهن ها در اختیار خدا قرار بگیره، این نتیجه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه است. یعنی اون کسانی که ریشه ممانعت و مخالفت با خدا هستن اونا نباشن. سلاح و زور در یک شرایط خاصه، در شرایطی که فتنه هست، برای از بین بردن فتنه هست، نه اینکه شما بجنگید دین رو به زور به مخ مردم وارد کنید. اینو نفرموده اسلام. اشکال شما در صورتی وارده که اسلام گفته باشه بجنگید و دین رو به زور به مخ وارد بکنید. نه، قرآن میگه قاتلوهم، بجنگید با دشمن تا فتنه نباشه، یعنی مزاحم نباشه، مزاحم دیانت مردم، مزاحم انتشار اندیشه اسلامی نباشه. این صرفا در جهت رفع موانع که میفرماد. و مهمترین موانع رسیدن پیام توحید همین حکومت های جائرن، مستکبرن، که قرآن گاهی از اینا تعبیر میکنه به فتنه. قاتلو ما تو لا تکونه فتنه، اینا مایه فتنه نباشن. از در اینجا ما یک جمله ای از حضرت امام رضوان الله تعالی که یک مجاهد اکبر است، امام خمینی مجاهد اکبر است، این واقعا بعد از عصر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین آدمی که به این میزان آمده باشه و در میان جامعه توفیق پیدا کرده باشه. ما نداریم در میان بزرگان دین، در میان علما به این وقت شجاع نترس. اما شما ببینید که ایشون جهاد رو چگونه مطرح میکنه، سردمدار جهاد، این عبارات رو آوردیم. فرمودن انبیا که جنگ میکردن با مخالفان توحید، مقصودشان که جنگ بکنن و طرف را از بین ببرن، عرشبت بین که مقصد اصلی این بود که توحید را در عالم منتشر بکنن، دین حق را در عالم منتشر کنن. اونها مانع بودن، یعنی این دشمنان، عرشبت به این که اینها می دیدن که این مانع را باید برداشت و به مقصد رسید. جنگشون برای از بین بردن موانع بود، جنگشون این نبود که بخوان به وسیله جنگ اسلام رو ببرن جلو. اسلام با فکر هم جو که امام رضا فرمود ان الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعوا، مردم حق رو بفهمند دنبال حق را میفتند. مقصودشون این بود. وقت امام در ادامه فرمایشات فرمود جنگ های زیادی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است همه برای این معنا بوده است که موانع را از سر این مقصد الهی، مقصد اعلا که دارن و آن تحکیم حکومت اسلامی، حکومت الله، حکومت قرآن، همه برای این بوده، به طوری که اگر چنانچه معارض با این نبودن معلوم نبود که جنگ پیش بیاید. اگر معارضه نبود جنگ پیش نمی آمد. معارضه داشتن و نمی گذاشتن که این حکومت تحقیق پیدا بکند، جنگ پیش آمد. و حالا به اون تعبیرات روانی که امام رضوان الله تعالی در صحبت داشت. پس این معارضه ها و این جنگ ها برای برداشتن موانع بود. صحیفه نور جلد 7 صفحه عرشت به این که 44 تا 54 که تخلیط تلخیص شده. پس ما این سه دسته که اونجا هم یکی دیروز گفتیم، یکیش رقمش نخورده بود. پس ما یک دسته آیاتی داشتیم که اینها
عرض کنم که چه میفرمود؟ یک دسته آیات قسم اول که بجنگید، عرض شد به این که اگر مزاحمتان شده، بله، یقاتلونکم. دو، بجنگید برای دفاع از مستضعفین. سه، نفی اکراه در دین بود، آیات نفی اکراه بود. دسته چهارم آیاتی که اصلا دلت بر صلح میکنه، دلت بر صلح میکنه که به دست میاد که چون هدف هدایت انسان هاست، عرض شد به این که پس شما هم اگر که دشمن حاضر شد صلح بکنه، شما صلح بکنید. و این صلحی که اسلام هم میگه، نه به خاطر مصلحت گرایی، به خاطر حالا مصلحت میخوام کلا سره، نه نه، واقعا خود صلح یک مصلحته. خود صلح و این که در جامعه در آرامش بشه یک مصلحته، و اسلام در پرتو آرامش و منطق و گفتگو بهتر جلو میره، چون با زندگی فطری انسان ها صلح سازگارتره. در شرایط صلح هست که رشد هست، که تعالی هست، تفاهم هست، توافق. و برای رسیدن به اون، عرض به این که اهداف الهی و شکوفایی فطرت ها اینها. لذا خدای متعال در سوره مبارکه انفال میفرماد و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر تمایل به صلح نشون دادن، ای پیغمبر تو نیز در صلح درا، وارد صلح بشو. یا در آیه مبارکه عرشد نساء آیه 90 فرمود و ان تزلوکم فلم یقاتلوکم، اگر از شما کنارگیری کرد دشمن و جنگ بایتون نکرد و القوا الیکم السلام و به سوی شما پیشنهاد صلح مطرح کرد، القا کرد، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، دیگه خدا اجازه نمیده که شما متعرضشون بشید. اگر جهاد یک اصل باشه، الا ای حالن، اگر اونها پیشنهاد صلح هم کردن، بگیم گروه هاشون که صلح پیشنهاد کردن، ما باید بریم کار خودمون رو بکنیم. ولی نه، اینجوریست که جهاد الا ای حالن. جهاد اگر اونا خواستن سرکشی کنن، خواستن مانع تراشی بکنن، این هم عرض کنم از این نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم از این بحث چند روزه که ثابت میشود که نه تنها تعارضی میان این دو دسته از آیات که میگوید بجنگید و آیاتی که میگوید اکراه در دین چی؟ نیست، تعارضی نیست، بلکه در دعوت به اسلام اصلا هرگز از سلاح زور استفاده نمیشود. در خود دعوت به اسلام، دعوت به اسلام با منطق ادعو الی، اصلا آیه دعوت اینه دیگه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این دعوت به اسلام. آیات جهاد برای زمین سازی این ادعو هست و رفع موانع هست. اون چه که برخی از مستشرقین که گفته هاشون رو بیان کردیم بیان کردن، یا به خاطر کج‌فهمی بوده، دین رو درست نفهمیدن، کما اینکه الان هم بعضی نمیفهمن، همین الان هم بعضی شاید از هم درسمونهای ما یک در برداشت درستی ندارن از آیات جهاد، درسته؟ لذا گیر میکنن، لذا در دفاع از اسلام نمیتونن درست توجیه بکنن، یا به خاطر کج‌فهمی بوده، یا به خاطر حسادتی که دیدن اسلام پیشرفت کرده، اینها حسادت کردن، شروع کردن به متهم کردن اسلام، فکر کردن با متهم کردن اسلام مشکلشون حل میشه. نکتتون مهمتون در اینجا، آقا ما نگاه میکنیم بعضی از پیشروی هایی که توسط بعضی از سلاطین یا حکمای اسلامی، حکومتهای اسلامی به اسم اسلام بودن شده، خب اینها عرض شد بین که اسلام رو با زور پیش بردن. ممکنه در زمان خلفا، در زمان بنی امیه، بنی العباس، میگیم اینا نمیتواند ملاک قضاوت باشد. اون چه که ملاک قضاوته خود قرآن کریم است، سیره رسول اعظم و ائمه طاهرین علیهم السلامه که گواهی میدهد که پیغمبر اکرم در پیشرفت اسلام از چه سلاحی استفاده کرد؟ از سلاح ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. از سلاح گفت یا علی اگر به یمن رفتی، مردم رو دعوت به اسلام کن، قبل از این که اسلام رو به گوش اونها برسانی با اونها به جنگ برنخیز، اگر خواستن مانع تراشی بکنن اونجا مقاومت کن، و الا دعوت به اسلام نیاز به شمشیر نداره. همون اول هم که حتی بریم مشرکین آورد فرمود بینام مهلت بده برم فکر کنم،
بعدم پیغمبر عظیم و شأن اسلام وقتی که اینا شروع کردن به فتنه به کار شکنی پیغمبر مقاومت کرد و الا پیغمبر اکرم اعلام جهاد نکرد. این هم عرض کنم خدمتتون بین که پیغمبر عظیم و شأن اسلام در فتح الفتوح خود در فتح الفتوح خود قلبها را شکار میکرد، به تسخیر خود می آورد. وقتی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام از حساس ترین زمانهای عمرش، پیغمبری که اینقدر خون دل خورد از مکه رفت و اینقدر در مدینه اذیت شد، ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، او قدری که من اذیت شدم هیچ که اذیت نشد. پیغمبری که در مدینه یاران بزرگی رو از دست داد مثل جناب حمزه سید الشهدا. خب پیغمبر وقتی که جنگ احزاب رو فتح کرد، دشمن رو به هزیمه واداشت، بعدش هم زمین سازی کرد، با اون تدبیر الهی و مکر الهی وارد شد بر شهر مکه. این آدمایی که در شهر مکه 10 سال گردن کشی کرده بودن، قبلش هم 13 سال، 23 سال یک سر با عناد با پیغمبر رفتار کرد، حقشون چی بود؟ اگر یک فرمانده عرض شود به این که قالب فاتحه پیروزی که 23 سال یک سر از دست یک عده موزی اذیت شده، بعد بره بر اونا مسلط شه، چه میکنه؟ زمان داویشی ها به نمبر از نیمونده هیچ تارمار میکرد نسل اینها رو منقرض میکرد. اما پیغمبر عظیم شأن اسلام وارد همین شهر که شد، وقتی بعضی از صحابی او شاید به صورت طبیعی دیگه این بود با اون همه مزاحمت های دشمنی در میان خیابان ها را افتادن، گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز گوشت و لحم و گوشت و پوسته، این پوست سرتون رو میکنیم. خبر به پیغمبر اکرم رسید، عرض شد به این که فرمود برید اعلام کنید الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحم و گذشت و عطوفته، چون پیغمبر عقد گشایی که نمیخواد بکنه، پیغمبر میخواست موانع رو برطرف کنه، موانع برطرف شد. یک عده اهریمن بودن از سر راه برداشته شدن، پیغمبر موانع برطرف کرد، الان هستن دو زن و بچه یکی در مکه هست و پیغمبر میبینه با گذشت و رحم دلهای اینا بهتر فتح میشه و پیغمبر میخواد فتح قلوب بکنه و پیغمبر فتح قلوب کرد. حتی در رابطه با مسئله ایران که میگن با سلاح زور فتح شد، ایرانیان به زور شمشیر اسلام نیاوردن. کسانی که درست تاریخ رو مطالعه کرده باشن میفهمن که عرض شد به این که ایرانیان چون اهل فکر و اهل خرد بودن، ایران بزرگ اون زمان که بخش عمده ای از عرض شد به این که افغان و بخش پاکستان و هند و اونها رو هم شامل میشد، ایران بزرگ و اون زمان، این عرض کنم بین که تسلیم منطق شدن. لذا میبینید شما بیشتر چون اهل بیت علیهم السلام منطق و گفتمان و رحمت و شفقت نشون دادن، این منطقه بیشتر دیگران آمدن ظاهرن فتح کردن، اما مردم مرید کی شدن؟ مردم اسلام رو پذیرفتن، اما اسلام اهل بیتی علیهم السلام، اسلام اهل بیتی، اسلام را با عقل با اندیشه خواسته های فکری خود سازگار دیدن، لذا با جان دل ایمان آوردن. عرض شد به این که خب لذالک ما در این چند جلسه توفیق شد الحمدلله که این شبهه را مطرح بکنیم و تقریبا مستوفا جوانب جهاد را و جمع بین آیات جهاد را و آیات نفی اکراه را اینها رو مطرح بکنیم و به این نتیجه رسیدیم که اون روی کرده اصلی جهاد در اسلام روی کرده دفاعیست، دفاع به معنی العام، دفاع از مستضعفین است، دفاع در مقابل متجاوزین است و دفاع در مقابل سرکشانی که مانع گسترش اسلام هن، مانع رسیدن فهم دینی به مردم هن، مزاحم ها مثل یک باغبانی که ناچار حرس کنه،
ناچاره علف های هرز رو درو کنه. کسی که با میره سراغ از بین بردن علف های هرز نباید بگی شما این هر صورت به این که با داس میخواد کارش رو جلو ببره. نه، با داس نمیخواد کارش رو جلو ببره. پیغمبر میخواد اصلاح بکنه، ناچار علف هرز رو از زمین برداره تا اینکه این درخت میوه بده، درخت فطرت انسان ها. خب این هم از این بحث دیگه کفایت از سلامان نمیخواییم که دیگه خیلی زیاد، ولی میخواستیم یک نمای کلی مطرح کنیم. به صلوات بر محمد و آل محمد. جمله بعدی، جملات آخر این آیه، این دعا، اللهم فرفعه به ما کده فیک الی درجه العلیا من جنتک. به به، بعد از این که پیغمبر چه کرد، هجرت کرد، جهاد کرد، زحمت کشید، بعضی رو دور کرد، بعضی رو نزدیک کرد، خیلی بود دیگه، مفصل بود. حالا در آخرش ابتهال میکند امام علیه السلام که پروردگار و پس این پیغمبر رو به خاطر این مشقات که زحمت کشید در راه تو، پس بلند مرتبه کن درجه او رو به سوی درجات علیا، که اون درجات علیا بیان است از بهشت برترین هم الى درجه العلیا من جنته. اللهم بیر اصلا بخوایم همون حرف مطرح بکن که این دعا چه تأثیری داره. میرسیم تأثیر بحث میکنیم شما اینا اصلش رو مطرح بکنیم به قول ترکا. اللهم بیرسیم خدایا به خاطر مشقت و زحمتی که در راه تو کشید مرتبه او رو به بالاترین درجات بهش بالا بر، حتی لا یساوا فی منزلت، تا جایی بالا ببر که هیچ فرشته ای مقرب ولا یکافئ فی مرتبته ولا یوازیه لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل. هیچ فرشته مقربی و پیامبر مرسلی در پیشگاه حضرت حق به قدر و منزلت و درجه و مرتبت پیغمبر نباشد. پیغمبر از همه بره بالاتر، یکسان نباشه، موازی نباشه، شأن پیغمبر ارفع درجات باشه. این دعای امام زین العابدین. اول مفردات، اول کلمه فا فرفعه. شیخنا این فا فسیحه یعنی که همون فا تفریعه که قبلا گفتیم، یعنی حالا که این کار رو کرد، پس در نتیجه وقتی که اینجوری از مقام پیغمبر که اینقدر به زحمت افتاد، فرفعه او رو درجش بالا کن. این که بای سببیه عرض به این که فرمود که فرفح و بما کدهه، بما کدهه، این بای سببیه، یعنی به سبب اون چه که کدهه، ما مصدری است، یعنی به سبب کدهه، یعنی به سبب زحمت ها. مثل که در آیه ما میگیم فذوقوا بما نسیتم، این به یعنی به سبب ما نسیتم، یعنی به سبب نسیانکم، ما مصدریت شد تعبیل مصدر میبره دیگه، درسته؟ یعنی به سبب نسیانکم. هر صورت به این که کدح هم به ما کدح، شیخنا کدح یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. کدح چیه؟ کدح ای که انسان خودشو به زحمت بیاندازه. کد والکدفی، کد یعنی به مشکلات انداختن، به گونه ای که جان آدم، جسم آدم صدمه ببینه. عرض شد به این که کده جلده او ازا خدشه او، عرض شد به این که فلانی جسمش رو، پوستش رو دچار کده کرد، یعنی خدشه برداشت، آسیب دید. پیغمبر عظیم و شأن اسلام وجود مبارکش، نفس شریفش رو به زحمت انداخت. خب وقتی که میگیم انک کادحون الی ربک کدحن، هم در آیه قرآن خطاب به انسان هست، اما اون انسان اتم کیه؟ اون انسان اتم میگه کادحون الی ربک، میگه تو به زحمت سوی خدا میروی، حرکت میکنی. گفتن مراد به این انسان کامل یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، در سوره انشقاق آیه 6. ان الانسان یعنی انک
عرض میکنم انک تخ تک تک ده گفتن مستاق اتمش در زیل در تفسیر ایها الانسان درسته برای انسان گفتن انسان گفتن اما مظهر انسان کامل کیه؟ پیغمبر اکرم یعنی ای پیغمبر تو هستی که کادهون اداره بک یعنی تک ده فی تبلیغ رسالات ربک به زحمت می اندازی در تبلیغ رسالات پروردگارت خودت را فابشر انک کادهون اله ربک یعنی که ان خدا بشارت میده میگه تو به خاطر اینکه چون کاده هستی چون خودت را به زحمت میندازی اله ربک حرکت میکنی بشارت بده که تو به ملاقات خدا میروی به برکت این عمل به برکت این کدحت نکته لطیفی بیان کرده آیه عموم داره برای همه است اما اون مصداقی که مصداق اتم کاده هست کی هست؟ نبی اعظم هست اجر او چی هست؟ اجرش الی ربک انک کادهون الی ربک فملاقی فملاقی پس به لقا او میروی مگه هرکس لقا لیاقت لقا داره بله؟ هرکس که لیاقت لقا نداره ای فملاقی حرف قشنگی گفته تفسیر لذا میبینیم در حدیث هم هست حالا این حدیثش میمانه این بعد میم این که فرفعه به ما کده فیکه این فی برای تعلیل ارشد فیکه یعنی لعجلکه یعنی به خاطر تو یا ظرفیه هست یعنی فی سبیلکه فیکه یعنی فی سبیلکه خب هر دو هم که باشه درسته فیکه به ماده فیکه الی درجه الی درجه درجه هم که مشخصه به معنی اون طبقات است پلکان است بله طبقات و پلکانی که پلکان کمال است عرض شده که شیخ نام میشه الی درجه العلیا در دعا اینه الی درجه العلیا علیا چیه علیا اسم تفسیر مؤنث اعلا اصلش هم بوده الوا درسته؟ علیا اسم الوا خب دیگه عرض شد بین که چون از علا یعلو هست بله و چیز عرض کنم بین که چی میگی شما ناقص واوی هست علا یعلو بله علا یعلو ناقص واوی قلبت الواو یا اینجا واو تبدیل به یا شد تخفیفن به خاطر این که عرض شد بین که اون اعراب مناسب تر بود با یا گفتیم علیا بله علیا اگر نه علوا بود در حقیقت خب الی درجه العلیا اینا رو مفردات چه گفتیم العلیا من جنتک جنت هم که معلومه بابا جنت از جهت لغوی به معنای بستان میاد بستانی باقی که پر از نخل است و پر از درخت متکاسف یعنی انبوه پشت در پشت خب که در هم پیچیده است یعنی میگن جنت جنت به خاطری که جنت یعنی در هم پیچیده پر درخته پر دال و درخته اما از جهت عرض شد به این که انها سترتون واحده وقتی شما از بالا نگاه بکنی انگار میگه یک پوشش کامله بله درخت ها انگار میگه یک منطقه رو کلا پوشیده زمین رو پوشیده اما از جهت متشرعه یعنی از جهت اصطلاح شرعی اصطلاح دینی جنت به همون معنای اسم خاص برای بهشته بله برای اون دار ثوابه بله که دیگه دارای درجات هم هست بهشت خدا دارای درجات هست دارای تفاضل هست دارای منازل هست لذا فرمود که الی جنت که چی بله الی درجه العلیا من جنته خب میگی بابا بهشت خدا دیگه بهشت یا نه بهشتم که یک درجه نیست بهشتم درجات داره همان گونه که جهنم چی داره؟ جهنم بگو درکات داره جهنم درکات داره همه یک جور نیستن که طبقات داره دیگه جهنم هم طبقات داره آدم ها که یک جور نیستن که یک کسی که غلطه یک بایی کسی که جنایت ها کرده آدم ها کشته نوامیس مردم رو حتم کرده فرق دارن با هم دیگه بهشتم الی درجه العلیا من جنتک
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، که درجات دارن، درجاتشون در بهشت سوره انفال آیه 4. یا اینکه پروردگار متعال فرمود که لهم غرفان مؤمن فوقها غرف مبنیه تجری من تحت الانهار، غرفه هایی دارن، باز بالاش غرفه هایی، طبقات دارن دیگه، طبقات دارن. هر شاید بین که حالا دیگه آسانسور نیاز داره یا با پا خودشون میخوام برن، حالا انشالله بریم اونجا ببینیم چطوره اونجا، شاید همجا اشاره که بکنی ببرنت بالا، اشاره که بکنی هورلینه بیاد، اشاره که بکنی قطوفه ها دانیه، بله اون میوه ها خودش نزدیک میشه. اونجا حساباتش با حسابات اینجا فرق داره، آسانسوراش خراب بشه و امثال ذلک نیست، حساباتش با اینجا فرق داره. سوره مبارکه زمر آیه 20 که شیخنا چرا امام زین العابدین از خدا میخواد که خدایا پیغمبرت را برسان، به خاطر این زحماتی که کشید به درجه علیای از جنت. خب عدل خدا همین رو اقتضا میکنه، عدل خدا اقتضا میکند که هر کسی در جای خودش قرار بگیره که متناسب با استعداد او هست. همه در یک حد که نیستیم، که هر کسی به یک اندازه زحمت کشیده، عدل اقتضا میکنه که اینها در درجات کمال و همون کمالی که مناسب و پیغمبر اکرم حقش این است که در اعلاترین درجه قرار بگیره. لذا دعا علیه السلام امام سجاد لپیغمبر اکرم ان یرفعه الى الدرجه العلیا، چون زحمت او زحمت علیا بود، همت او همت علیا بود، کار او کار علیا بود، رحمت او رحمت علیا بود، جهاد او جهاد علیا بود، تبلیغ او تبلیغ علیا بود، درجهش هم باید درجه چی باشه؟ علیا بود. نه حالا صبر کن، حالا صبر کن. حالا ما چرا دعا میکنیم؟ این خواسته امام زین العابدینه، این خواسته امام زین. حالا همه صبر کن، ما میرسیم که این خواسته آیا میخواد تحصیل بکنه پیغمبر؟ هنوز نرسیده میخواد به وسیله دعا تحصیل بکنه، یا ای که نه یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است که خودش دستور داده به ما که اینو دعا کنیم. ابی سعید خدری که در ظاهرا در گوشه بقیع دفنه، از مفسرینه، میگه قال رسول الله صلوات الله علیه الوسیله درجتون عند الله که لیس فوقها درجه، فاسأل الله لی الوسیله. خود پیغمبر گفت برای من وسیله بخواهید. یا رسول الله وسیله چیه؟ فرمود وسیله اون درجه علیای از بهشت، همی که فرزندش امام زین العابدین خواست، فرفعه بما کدح فیک الى درجه العلیا من جنته، یعنی الوسیله، یعنی به همون وسیله. بله وابتغوا الیه الوسیله که در قرآن هست، مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 83. یا در خبر دیگر هست الوسیله درجتون فی الجنه لیس فی الجنه درجه اعلا منها، فاسأل الله ان یعطینها على رؤوس الخلائق، از خدا بخواید خدا اینو به من بده. شیخنا در ضمنم شما داری جواب خودت پیدا میکنی، خود پیغمبر از ما خواست برای من این مقام رو طلب کنید. حالا معناش اینه که یک مقاماتی هست که به وسیله دعا خدا فقط به پیغمبر میده، یا ای که نه اون مقامات داده شده، میخواد ما را بکشه بالا به وسیله ی دعا کردن ها، ادب ما را، معرفت ما را، منزلت ما را ببره بالا به وسیله این دعا ها. میرسیم اینا، درست شد؟ پس این درجه ی علیا من جنتک عرض شد به این که تناسب مکان و مکین است، تناسب بین پیغمبر و اون جایگاهه که این وسیله هم همون درجه علیا هست که خود پیغمبر خواست برای من بخواهید. در مسند احمد حنبل باز این جلد 2 صفحه 365 که ان در دعا اشاره به همین مطلب هست که پیامبر اکرم به خود امام علیه السلام در دعاش میگه، میگه حتی لا یساوی فی منزلتن، درجه علیا مگر نگفته؟ درجه علیا یعنی چی؟ درجه علیا یعنی کسی به جایی که کسی در منزلت
به این مقام نرسه. حتی لا یساوی این کی یه تعلیلیه میتونه باشه، یعنی به خاطر این که کسی مساوی نباشه، یا این که معنای اله باشه. اله یعنی به این که عرشت بسویه به منتها و نتیجه این بوده باشه. مساوی و یساوی هم که معنی مماثلت مشخصه، عرشت به این که از جهت قدر و از جهت قیمت و از جهت منزلت، یعنی این که در اون درجه نباشه. منزلت هم فی منزلتن، منزلت معنی مکانت عند الملک هست. عرشت به این که بگیم من لهو منزلتون عند الامیر، منزلتون عند الامیر، نه که یک جای نشستنه، نه، یعنی این که یک جایگاه رفیع. این استعاره است از استعاره از موضع نزول، یعنی اون جایگاه شأن او در نزد اون امیر مثلا در برای پیغمبر اکرم اینو قائل میشه. یا فرماد به این که بله ولا یکافئ فی مرتبتن، که کف به در مرتبه او کسی نباشه. مرتبه باز همون منزلت و مکانت، عرض را به این که کفم او را به سبب اون کار پاداش داد، به او جایزه داد. کف اینه کفایت کردن با او برابر بود، همسان بود، برابری جز این به معنی کافه مکافاتن و کفاءن. بعد می فرماد به این که ولا یوازیه لدهی که ملکون مقرب، موازی نباشه. موازی یعنی عرشت به این که با او روبرو شدن، با او برخورد کردن، یعنی کسی برخورد نکنه موازی با او. پیغمبر در حرکت میکنه جلو باشه دیگه، موازی او برابر او کسی نباشه. بله، این هم از این جمله مفرداتش. او عرض کنم به این که تا اون جمله‌ای که شما سوال کردی انشاءالله فردا مطرح بکنیم که امام علیه السلام چطور برای پیغمبر اکرم این مقام رو خواست، آیا این سوال او، دعای او و ما چیزی بر درجه پیغمبر می افزاید یا نمی افزاید. در کلام تتمتون انشاءالله فردا و صلی الله علیه و سلم. محمد